درود بر شما پارسی زبانان سراسر دنیا. به ساند کافه خوش اومدید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و بعد از فعال کردن علامت زنگوله لایک و کامنت یادتون نره. به نام خدا. سگلله. نویسنده صادق هدایت. دو هزار سال بعد اخلاق، عادات، احساسات و همه وضع زندگی بشر به کلی تغییر کرده بود. آنچرا که عقاید و مذاهب مختلف در 2000 سال پیش به مردم وعده می‌داد، علوم به صورت عملی درآورده بود. احتیاج تشنگی، گرسنگی، عشق ورزی و احتیاجات دیگر زندگی برطرف شده بود. پیری، ناخوشی و زشتی محکوم انسان شده بود. زندگی خانوادگی متروک و همه مردم در ساختمان‌های بزرگ چندین مرتبه مثل کندوی زنبور عسل زندگی می‌کردند. ولی تنها یک درد مانده بود. یک درد بی‌دوا و آن خستگی و زدگی از زندگی بی‌مقصد و بی‌معنی بود. سوسان علاوه بر کسالت زندگی که ناخوشی عمومی و مصری بود، یک ناخوشی دیگر هم داشت و آن تمایل او به معنویات بود که خودش نمی‌دانست چیست، ولی آن را دنبال می‌کرد. تمام روز را در طبقه 22 آسمان خراش در کارگاه خود زحمت می کشید و افکارش را در مواد سخت به صورت مجسمه در می آورد. سوسن مخصوصاً شهر کانار را دور از دوستان و آشنایانش انتخاب کرده بود تا با فراغت خاطر مشغول کار بشود، چون او با افکار و برای افکار خودش زندگی می کرد. یک زندگی عجیب و منحصر به خود او بود که هر گونه کیف و تفریح را از خودش رانده و با جدیت مخصوصی به کار اشتغال داشت. یک روز نزدیک غروب بود که سوسن از مجسمه تازه‌ای که مشغول ساختن بود دست کشید. وارد اتاق استدیوی خودش شد. جدار نازکی که دسته فلزی داشت پس زد. پنجره اتاق عقب رفت. قیافه او بیروح، بی احساسات، یک صورت جدی، خوشگل و بی حرکت بود و چنان به نظر می آمد که با موم درست شده بود. از آن بالا دورنمای شهر خفه، مرموز، ساختمان‌های بزرگ، فراخ و بلند و به شکل‌های گوناگون چهار گوشه، گرد، زلدار که از شیشه‌های کدر راست و صاف درست شده بود، پراکنده و متفرق مثل قارچ‌های سمی و ناخوشی که از زمین رویده باشد، پیدا بود. و زیر روشنای نورافکن‌های مخفی و غیر مرئی غم‌انگیز و سخت به نظر می‌آمد، بدون اینکه ظاهراً چراغی دیده شود. همه ی شهر روشن بود. جاده متحرک و روشنی که روشنایی خود را از نور آفتاب کسب می‌کرد و به چندین قسمت شده بود، قوسی مانند از کمرکش آسمان خراش بزرگی که روبروی پنجره سوسن بود بالا می‌رفت، بعد دور می‌زد و از طرف دیگر پایین می‌رفت. در آن اوتو رادیو الکتریک ها به شکل های گوناگون در حرکت بودند که قوه خودشان را از مرکز رادیو الکتریک می گرفتند و این مراکز به وسیله قوه خورشید کار می کردند و علامت شهرهایی که اوتو رادیو ها از آنجا می آمدند جلوی آنها می درخشیدند. از دور روی کرانه آسمان رنگ های بی تناسب تیره با هم مخلوط شده بودند، مثل اینکه نقاشی تهرنگ‌های روی تخت شاسی خودش را با هم مخلوط کرده و با بی‌اعتنایی آن را روی آسمان کشیده بود. مردم کوچک، ساکت و آرام در جاده‌های مخصوص به خودشان مانند مورچه بدون اراده در هم وول می‌زدند یا در باغ‌های روی آسمان خراش مشغول گردش بودند. مغازه‌ها با شیشه‌های بزرگ روشن و جلوی آنها با بلندگو و پرده‌های متحرک اعلان می‌کردند. در میان میدانگاهی آدمک مصنوعی که به جای پلیس بود، آمد و شد مردم و اتو رادیو الکتریک‌ها را با حرکات تند و خشک دستش تعیین می‌کرد.
از چشمهای او نورهای رنگین تراوش می‌کرد و جاده‌های متحرک را با قوه برق از حرکت نگه می‌داشت و دوباره به راه می‌انداخت. اعلان‌های رنگین روی ابرهای مصنوعی نقش انداخته بود. در جلو در تئاتر رادیو ویزیون که روبروی پنجره سوسن در آسمان خراش مقابل واقع شده بود، جمعیت زیادی در آمد و شد بودند. بالاکش‌ها دائم پایین و بالا می‌آمد و اتورادیوها جلوی ساختمان‌ها و مغازه‌ها مسافر پیاده می‌کردند. باغ گردشگاه بزرگی که در طبقه 18 آسمان خراش مقابل بود از دور شلوغ با درخت‌های بزرگ، نقش‌های غیر معمولی در هم و متناسب با آبشار بلندش که از دور روشن بود غیر طبیعی و شگفت‌انگیز به نظر می‌آمد. اتوژیرها که از دستگاه مرکزی کسب قوه خورشید می‌کردند پشت هم وارد می‌شدند. تمام شهر با آسمان خراش‌های با شکوه صورت یک قلعه جنگی و یا لانه حشرات داشت. دورنمای آن کم کم محو و در تاریکی غوطه‌ور می‌شد. فقط هیکل کوه دماوند از طرف جنوب شهر خاموش، بلند، با شکوه و تهدیدآمیز بود و از قله مخروطی آن بخار نارنجی رنگی بیرون می‌آمد. مثل این بود که تمام این شهر را یک جادوگر زبردست مافوق تصور، آنچه که میلیون ها سال انسان در مخیله خودش پرورانیده بود، از عدم به وجود آورده بود. این چشمنداز آرام، غمناک، شلوغ و افسونگر زیر آسمان گرم و هوای خفه برای سوسن یک نواخت و غم‌انگیز بود و روح نیاکان، روح موروثی او در جلو این همه تصنع شورش کرد. همه این مردم، دوندگی های آنها و تفریح یا کارشان در سوسن احساس تنفر تولید کرد و قلب حساس او را فشرد. این یک شورش درونی بود، مثل اینکه خودش را محبوس و محدود شده حس می کرد. آرزو داشت فرار کند، سر به بیابان بگذارد، برود در یک جنگل و خودش را پنهان کند. بی اختیار جدار پنجره را جلو کشید. اتاق استودیو با روشنایی غیر مرئی مانند روز روشن بود. سوسن دکمه برق کنار بدنه دیوار را فشار داد و رفت روی تخت فلزی گوشه اتاق روی بالش الاستیک دراز کشید. یک مرتبه تمام فضای اتاق را رنگ آبی بازی با بوی عطر مخصوصی که کمی زننده و مست کننده بود فرا گرفت. آهنگ ساز ملایمی شروع کرد به زدن. آهنگ به قدری لطیف بود، مثل اینکه با آلات موسیقی معمولی و با دست‌های معمولی زده نمی‌شد. یک ساز لطیف آسمانی بود. چشم‌های سوسن روی صفحه تلویزیون خیره شده بود که به جای روزنامه وقایع روزانه دنیا، اشخاص و دورنماهای طبیعی را به شکل برجسته و به رنگهای طبیعی خودشان و اگر می‌خواستند با صدا نمایش می‌داد. در این وقت دورنماهای طبیعی جزیره‌های استرالیا از روی آن می‌گذشت، ولی پیدا بود که فکر سوسن جای دیگری است. لباس سوسن خیلی ساده، زرد کدر به رنگ موهایش بود، پاپوش‌هایش به همان رنگ، چشمهایش درشت، مژه‌هایش بلند، ابروها باریک، بازو و دست‌ها و ساق‌های پایش متناسب، سفید رنگ پریده بود و اندام موزون داشت. حالت قشنگی که به خودش گرفته بود بیشتر او را شبیه یک آدم مصنوعی یا یک عروسک کرده بود. آدمی که ممکن است در خواب ببینند و یا در مثل‌ها و افسانه‌های جن و پری تصور کنند او را جلوه می‌داد. و یا آدمی که یک نقاش زبردست با فکر خودش ایجاد کند و از روی پرده نقاشی جان بگیرد و بیرون بیاید. چهره او جوان و تودار بود. نه خوشحال به نظر می آمد و نه غمناک. نگاهش تیره بدون میل، بدون اراده و حرکاتش مانند عروسک قشنگی بود که نفس شیطانی و یا قوه مافوق خدایی در آن روح دمیده باشد، به طوری که از ظاهر به روحیه، اخلاق و احساسات او نمی‌شد پی برد.
از دور که روی تخت دراز کشیده بود مانند مجسمه ظریف و شکننده‌ای به نظر می آمد که انسان جرأت نمی کرد او را لمس کند، از ترس اینکه مبادا کنفت و پژمرده شود. اتاقش نیز به تناسب او درست شده بود و با سلیقه و فکرش جور می آمد. به قدری اساسیه لباس تن او، حرکات و وضع اتاقش با هم جور بود که هرگاه یکی از صندلی‌ها را دست خارجی جابجا می‌کرد، تناسب همه آنها به هم می‌خورد. چنین به نظر می‌آمد که زندگی سوسن روی تناسب‌ها، آهنگ‌ها، رنگ‌ها، خط‌ها، بوها، سازها و نقش‌های زیبا اداره می‌شد. چنان که از سلیقه، لباس، از صندلی و فرش اتاق و طرز حالت و زندگی او هر کسی حس می کرد او با هنر و برای هنر زنده بود. اتاق او اجالتاً به صورت سه گوشه در آمده بود و یکی از ذیل‌های آن مدور بود و همه این جدارهای متحرک از شیشه های کدر درست شده بود، شیشه های کلوفت و سبک که نمی شکست و خاصیت سانت روف را دارا بود، یعنی صدای خارج را خفه می کرد و به علاوه هیچ وقت آتش نمی گرفت. همه این جرزها متحرک بود و به هم راه داشت و قابل تغییر شکل بود. کف اتاق نرم و شبیه جدار الاستیکی بود که در آن هوا پر کرده باشند و صدای پا را خفه می کرد. دوشک و بالش و درون مبل‌ها همه از هوا پر شده بود. طرف چپ اتاق سر تا سر از پنجره‌های متحرک بود و بغل آن به باغ و گلخانه باز می شد که رویش گنبد شیشه ای داشت و در آن گیاه های عجیب و غریب رویده بود و یک مار سفید بزرگ خیلی آهسته برای خودش روی زمین می لغزید. دستگاه های هواسازی هوای اتاق را همیشه به درجه معین نگه می داشت و جلوی هر دری یک چشم برقی پاسبانی می نمود و همین که از فاصله معین کسی را می دید زنگ می زد و در خود به خود باز می شد. در این بین که سوسن نگاهش به دورنمای جزایر استرالیا خیره شده بود، ناگاه تلویزیون کوچک روی میز زنگ زد. سوسن نیمه تنه بلند شد، دکمه آن را فشار داد، نگاه کرد. صورت رفیق نقاش امریکایی خودش تد را دید که روی صفحه ظاهر شد. سوسن گفت: الو تد، کجایی؟ تد گفت: همینجا در کانار هستم، امروز با استراتوس فریکس 2 وارد شدم، میخوایی با هم حرف بزنیم؟ سوسن گفت: مانعی نداره. رنگ صفحه دوباره کدر و تاریک شد. سوسن نیز به حالت اولش روی تخت دراز کشید. چند دقیقه بعد در یک لته اتاق زنگ زد و خود به خود باز شد و تد که جوان بلند بالای خوشگلی بود وارد اتاق گردید. پشت سر او در بسته شد. اول تد از بوی عطر، صدای ساز و به خصوص از تماشای سوسن دم در ایستاد. مانند یک طرفدار و خبره صنعت شناس به او نگاه کرد. سرش را تکان داد. جلو رفت و گفت: باز هم در فکر؟ سوسن سرش را تکان داد. تد روی صندلی کنار تخت نشست. نگاهی به گلخانه مصنوعی انداخت که درش نیمه باز بود و متوجه مار سفید شد که آهسته می لغزید و از در بیرون می آمد. از سوسن پرسید: این مار که نمی زند؟ سوسن گفت: نه، حیوانکی شیشی به کسی کاری ندارد. تد خم شد و کتابی را از طبقه دوم میز برداشت که پهلویش ماشین خانه واتسون گذاشته شده بود. پشت کتاب نوشته بود: انتومولوژی رومانس. با تعجب گفت: هولالا، از کی تا حالا حشره شناس شدی؟ آنجا مار، اینجا کتاب حشرات. سوسن گفت:
این برای مجسمه بود. تد گفت: راستی سوسو، کار تازه چی در دست داری؟ سوسن گفت: چیز مهمی ندارم. ناگهان در اتاق باز شد و دختر سیاه کوچکی سر تا پا لخت با چشمهای درشت و موهای تابدار وز کرده، لبهای سرخ که به بازو و مچ پایش حلقه های کلفت طلایی بود، با گامهای شمرده وارد شد. سینی کوچک چوبی که در آن دو گیلاس بود در دست داشت. گیلاس ها را روی میز گذاشت. در هر کدام یک ساقه کاه بود و مشروب سبز رنگی در آنها می جوشید. دوباره بدون اینکه کلمه ای حرف بزند از همان در خارج شد. تد از ساقه کاه مشروب را چشید. مزه آن لطیف، سرد و گوارا بود و مستی ملایمی داشت. سوسن بلند شد، سر کاه را مکید، رها کرد و پرسید: چه خبر تازه ای؟ تد گفت: همان آخر دنیا. سوسن گفت: آخر دنیا؟ تد گفت: ببخشید، انقراض نسل بشر. میخواهند همه مردم را در شهرها جمع کنند و با قوه برق یا قوه گاز و یا به وسیله دیگر همه را نابود کنند تا نژاد بشر آزاد شود. در اخبار شبتاب دیدم گویا فقط منتظر لختی ها هستند. یک دسته از آنها گم شدند، ولی دیروز نماینده آنها با شرایطی حاضر شده بود که تسلیم شود تا در خودکشی عمومی شرکت کنند. ولی دوباره در خبر دیشب نشان میداد که نتوانستند با لختی ها کنار بیایند و همه منتظر پیشنهاد پروفسور راک هستند، چون امشب قرار است که پروفسور راک راه تازه‌ای به دنیا پیشنهاد کند. سوسن گفت: اوهو، راه تازه؟ تد گفت: نمیدانم این چه اصراریست، حتما همه افراد بشر حاضر نیستن، ولی اکثریت رأی قطعی داده. سوسن گفت: بهتر است که حرفش را نزنی. من از لفظ اکثریت و اقلیت و بشر و همچنین کسانی که مبتلا به جنون خدمت به جامعه هستند و از اینطور چیزها بدم میآید. خوب بود همینطور ناگهانی تمام میشدیم. من از چیزهایی که قبلا نقشه‌اش را بکشند بدم میآید، وانگهی مرگ دست جمعی بیمزه نیست. پس برویم کارهای تازه را تماشا کنیم. تد و سوسن با هم بلند شدند. سوسن کنار دیوار دکمه را فشار داد. بدنه دیوار از هم باز و اتاق کارگاه پدیدار شد. آنها وارد شدند. مجسمه های نیمه کاره، اسباب و ادوات، ماشین های الکتریکی کوچک و درهم و برهم ریخته. یک مجسمه بلند سه پهلو جلوی پرده مخمل خاکستری رنگی گذاشته شده بود. یک طرف زمینه آن از دانه های برجسته شبیه تخم کرم ابریشم بود. میان آن یک کرم بزرگ روی برگ توت مشغول خوردن بود و روی پایه زیرش نوشته شده بود: بچگی یا نادانی. طرف دیگرش همین کرم در پیله دور خودش را تنیده و اطراف آن شاخ و برگ درخت توت بود که زیر آن نوشته بود: تفکر یا عقل رسی. و به پهلوی سوم آن همان پیله به شکل پروانه طلایی در آمده و به سوی یک ستاره کوچک پرواز می کرد. زیر آن نوشته بود: مرگ یا آزادی. همه این مجسمه ها از ماده شفاف متبلور ساخته شده بود. تد بعد از دقت گفت: سوسو، باز هم خیال پرستی؟ گویا این موضوع از پیشنهاد خودکشی عمومی به تو الهام شده. سوسن شانه هایش را بالا انداخت. تد گفت: ببین سوسو، تو روح را مسخره کرده ای. حالت این پروانه، چشم های مسخره آمیزش، این ستاره کور که گوشه آسمان چشمک میزند، یک رمز، یک استعاره روحی را به صورت مسخره آمیز درآورده. مثل اینکه خواستی کوچکی فکر و تشبیهات بچگانه مردمان 3000 سال پیش رو نشون بدی. سوسن گفت: شاید. تد گفت: پس چرا کار میکنی؟ چرا به خودت زحمت میدی؟
مگه تصمیم نگرفتن که نژاد بشر نابود بشه؟ مدتیه که من از نقاشی دست کشیدم. سوسن گفت: کی به تو گفته بود که من برای بشر کار میکنم؟ برفرضم که بشر نابود شد و کارهام به دست برف و بارون و قوای کور طبیعت سپرده شد، بازم به درک، چون حالا من از کار خودم کیف میکنم و همین کافیه. در صورتی که کیفهای بهتر هست، کیف تنبلی، کیف عشق، کیف شبهای مهتاب، آیا اینها بهتر نیست؟ باید دم را غنیمت دانست. گیرم که بشر هم بود. بعد از آنکه مردیم چه اهمیتی دارد که یادگار موهوم ما در کله یک دسته میکروب که روی زمین میغلطن بماند یا نه، و از کارهایمان دیگران کیف کنند یا نکنند. در صورتی که همه چیز گذرنده است و دنیا روزی آخر خواهد شد، باز هم به چه درد میخورد؟ کیف عشق و شبهای مهتاب هم برایم یکسان است. همه اش فراموش میشود، همه‌اش موهوم است، یک موهوم بزرگ. تد گفت: دنیا آخر نمی‌شود، فقط بشر تمام می‌شود، آن هم به دست خودش. سوسن گفت: چه فرقی دارد؟ هر جنبنده‌ای دنیا را یک جور تصور می‌کند و زمانی که مرد، دنیای او با خودش می‌میرد. وانگهی در صورتی که بالاخره زندگی روی زمین خاموش خواهد شد، پس بهتر آن است که بشر به میل و اراده خودش این کار را انجام بدهد. چه اهمیتی دارد؟ تد گفت: پس این روحی که به آن معتقدی بعد از آن که خورشید مثل قطره ژاله در فضا تبخیر شد و همه رفتن پی کارشان، این روح شب‌پره تو که با چشمهای تمسخرآمیز به ستاره کور خیره شده در فضای سرگردان چه می کند؟ آیا موزه مخصوصی هست که این همه روح‌های زرد ناخوش و رنجور را رویشان نمره می‌گذارند و در آنجا نگه می‌دارند؟ این فکر از خودپسندی بشر 3000 سال پیشه که دنیای موهومی ورای دنیای مادی برای خودش تصور کرده. ولی بعد از اون که جسم معدوم شد، سایش نمی‌مونه. سوسن گفت: مقصود مرا نفهمیدی. من به یک روح مستقل و مطلق که بعد از تن بتواند زندگی جداگانه بکند معتقد نیستم، ولی مجموع خواص معنوی که تشکیل شخصیت هر کس و هر جنبنده ای را می دهد روح اوست. پروانه هم داره یک دسته خواص مادی و روحی است که همه آنها تشکیل وجود او را می دهد. مگر نه اینکه افکار و تصورات ما خارج از طبیعت نیست و همونطوری که جسم ما موادی که از طبیعت گرفته پس از مرگ به آن رد می کند، چرا افکار و اشکالی که از طبیعت به ما الهام می شود از بین برود؟ این اشکال هم پس از مرگ تجزیه می شود، ولی نیست نمی شود و بعدها ممکن است در سرهای دیگر مانند عکس روی شیشه عکاسی تأثیر کند، همانطوری که ذرات تن ما در تن دیگران می رود. تد گفت: باید یک فصل تازه به روانشناسی و یا الهیات قدیم حاشیه بری. من ربطی میان آینه و جسمی که روی آن منعکس می شود نمی بینم. اگر می خوای اسم اینو روح بذاری باش، ولی به نظر من چون آرتیست حساس تر از دیگرانه و بهتر از سایر این کثافت ها و احتیاجات خشن زندگی رو می بینه، برای اینکه راه فرار پیدا کنه و خودشو گول بزنه، زندگی رو اونطوری که می خواد، نه اونطوری که هست، در تراوش‌های خودش می‌نمایانه. ولی این ربطی به روح نداره، فقط یک ناخوشیه. سوسن گفت: این هم فرضی است. تد گفت: چون آرتیست بیشتر از سایر مردم درد می‌کشه، همین یک جور ناخوشیه. آدم طبیعی، آدم سالم، باید خوب بخوره، خوب بنوشه، خوب عشق ورزی کنه، خواندن، نوشتن، فکر کردن، همه اینها بدبختیه، نکبت میاره. لختی ها عاقلن که میگن باید به طبیعت برگشت. انسان هرچه از طبیعت دور بشه بدبختر میشه. آفتاب طلایی، چشمه های درخشان، میوه های گوارا، هوای لطیف. سوسن گفت: تبریک میگم، شاعرم که شدی. تد گفت: از روزی که تو رو دوست دارم، از وقتی که عاشق تو شدم، همه چیز به نظرم قشنگ میاد. تنها تو در دسترس من نیستی، برای همین بود که دیوونوار کارامو گذاشتم و به دیدن تو اومدم. سوسن گفت:
اوه، چه استرابی، چه شاعرانه. محتاج به مقدمه نبود. چرا اینقدر مرموز حرف میزنی؟ چرا زیر لفافه گفتگو میکنی؟ این عادت مردمان 3000 سال پیش بود. لابد عشقتم افلاطونیه. تد گفت نه، عشق خودم، عشق من، عشق دیگران برام دلیل نمیشه. اونطوری که خودم حس میکنم، اونطوری که خودم میدونم، میخوام که از من پرهیز کنی. نمیخواستم که این مطلب رو بگم، ولی حالا که دنیا تموم میشه، حالا که نژاد بشر معدوم میشه، حالا اومدم که به تو بگم. سوسن گفت متشکرم، ولی اونقدر بدون که بچه ای، بچه ننه. تو از درد عشق کیف میکنی، نه از عشق، و این درد عشق که تو رو هنرمند کرده. این عشق کشته شده. اگه میخوای امتحان کنی من الان حاضرم. اینم تخت خواب. تد گفت خواهش میکنم انقدر با من سخت نباش. خواهش میکنم دیگه باقیشم نگو. نمیخوام که حرفتو تموم کنی. اقرار میکنم که قدیمیم. کاش که مثل زمان قدیم شراب میخوردم میامدم توی کوچه، از پشت پنجره خونه گلی کوتاه جلوی چراغ سایه تو رو میدیدم و همونجا تا صبح پشت پنجره تو میخوابیدم. سوسن گفت و از پشت پنجره هم سایه منو با مرد دیگه می دیدی که مشغول معاشقم. تد گفت همینو می خوام. سوسن گفت نه، اشتباه می کنی. آیا هیچ وقت منو در خواب ندیدی؟ تد گفت چرا؟ فقط یک بارو از خودمم بیزار شدم. سوسن گفت همونطوری که منو در خواب دیدی همونطوری می خوای. اون به طور حقیقی بوده. خودت اشتباه میکنی. همین شهوت کشته شده که به این صورت در اومده. تد گفت خواب دیدم که تو رو کشتم و مردت رو در آغوش کشیدم. سوسن گفت بازم حاضرم. میتونی خوابتو در بیداریم تعبیر کنی. تد گفت چه دوره شومی. سوسن گفت برعکس، چند قرن تمدن پست اونو بد دونسته. یک دست ناخوش و شهوت پرست برای استفاده خودشون برای احتکار عشق ورزی رو به آسمون رسونده بودن. امروز دوباره به طبیعت برگشته. نتیجه طبیعی خودش رو سیر کرده. وانگهی عادات و کیف‌ها تغییر میکنه. امروز زن کسل کننده شده و مشروب سردرد میاره. تد گفت در چه دوره مادی و بیشرمی زندگی میکنیم؟ حالا پی میبرم که انهدام نسل بشر نتیجه عقلانی دوره ماست، ولی به طور کلی بشر در باطن همیشه یه جور بوده، یه جور احساسات داشته و یک جور فکر کرده. از این حیث آدم امروزه با آدم میمون 20000 سال پیش فرقی نکرده، ولی تمدن تغییرات ظاهری به اون داده. همه این احساسات امروزه ساختگیه. حق به جانب لختیاست که پشت پا به تمدن بشر زدن، چون با ارث میلیون ها سال که پشت سر ماست، انسان همیشه از دیدن جنگل، سبزه، گل و بلبل بیشتر کیف میبره تا از قصرهایی که از افکار متمدن ناخوش درست کرده. چون که بشر میلیون ها سال زیر شاخه درخت ها خوابیده، آرامش جنگل رو حس کرده، صبح زود از آواز پرنده ها بیدار شده، شبای مهتاب به آسمان نگاه کرده و حالا به واسطه محروم موندن از این کیف هاست، به واسطه دور افتادن از محیط طبیعی خودشه که به صورت امروزی در اومده. مثلا من از مهتاب بیشتر کیف میبرم. هر وقت به ماه نگاه میکنم فکر میکنم که نیاکان انسان همه به اون نگاه کردن، جلوی اون فکر کردن، گریه کردن و ماه سرد و بی‌اعتنا در اومده و غروب کرده. مثل اینه که یادگار اونها در اون مونده. من از مهتاب بیشتر کیف میکنم تا از بهترین چراغایی که بشر اختراع کرده. همه اختراعات انسان و نتیجه افکار اون اصلش از همون احساسات موروثیه. چرا عشق که اولین احتیاج طبیعی بوده از این قانون خارج باشه؟ سوسن گفت منطق قشنگیه. باید توی رادیو حرف بزنی تا همه استفاده کنن، ولی عشق نه پستر و نه عالی‌تر از احتیاجات دیگره. یک احتیاج طبیعیه مثل خوردن و خوابیدن.
امروز عشق و تئاتر از هم مجزا شده. تو از مردمان قدیم هستی. ترسو، کم جرأت، برو خودتو معالجه کن. تد گفت: من میدونم تو به این سختی هم که میخوای خودتو نشون بدی نیستی. پس چرا منو رد کردی؟ پس چرا هر دفعه به تو اظهار کردم به من جواب منفی دادی؟ اما حالا، سوسن گفت، چون که از کار خودم بیشتر از عشق کیف میبردم. در این وقت از اتاق استودیو صدای زنگ اخبار شبتاب بلند شد. تد هراسان گفت: گوش کن، باید خبر مهمی باشه. سوسن گفت: من از این خبرها خسته شدم. هرچی زودتر کلکشو بکنن و هم خودشونو هم سایرینو آسوده کنن. تد گفت: نه، چه تعجیلیه؟ اینم خودش تفریح داره. تد دست سوسن رو گرفت، وارد اتاق استدیو شدن. سوسن دکمه کنار تلویزیون رو فشار داد. صفحه اول رنگ به رنگ شد و بعد روش نوشته شد: لابراتوار پروفسور راک. سوسن دستشو به گردن تد گذاشت و چند قدم دورتر به تماشا ایستادن. روی پرده مردی ظاهر شد که پشت میز بزرگی نشسته بود. جلوی اون چند لوله شیشه و دواهای مختلف بود. اول مثل این بود که کاغذی رو نگاه میکنن، بعد سرش رو بلند کرد و با لحن طبیعی و چهره تودار گفت: امروز 20,000 سال است که آدم روی زمین پیدا شده و در تمام این مدت آدمیزاد کوشیده و با عناصر طبیعت جنگیده و فکر کرده تا نواقص طبیعت را رفع بکند و یک دلیل و منطقی برای زندگی پیدا کند. امروز همه عقاید، مذاهب و همه فرضیات بشر سنجیده و آزموده شده، ولی هیچ کدام از آنها نتوانسته آدمیزاد را خوشبخت، راضی و آسوده بکند. امروزه با وجود اینکه همه قوای طبیعت بازیچه و دستنشانده آدمیزاد شده، از قعر دریا تا اوج آسمان‌ها دیگر رمز و اسراری برای من باقی نگذاشته و از قوایی که ما را احاطه کرده استفاده های بزرگ می‌کنیم، مانند به کار بردن انرژی آبها و نور خورشید. امروزه با وجود اینکه هر گونه آسایش از حیث خورد و خوراک و پوشاک و خانه و شهوت و گردش در دسترس همه مردم است، همان چیزی که پدران ساده ما همیشه آرزو می‌کردند و بهشت خودشان را مطابق همین آرزو تصور می‌کردند، در سایه علم و کوشش انسان برای همه مردم میسر شده است. سرما، گرما، پیری، دیوانگی، ناخوشی، جنگ، کشتار، رقابت بین طبقات، حتی جنایات و دزدی، همه اینها را ترقی علم از بین برده و همه دشمنان بشر را مقهور کرده است. ولی بدبختی دیگر، فکر مردم به همان تناسب ترقی کرده است. در 3000 سال پیش یک نفر آدم معمولی که به قدر بخور و نمیر و لباس خودش پول در می آورد، یک زن، یک خانه و یک مش خرافات داشت. خوشبخت بود، در کثافت خودش می‌غلطید و شکر خدایش را می‌کرد تا بمیرد. این زندگی تنبل و خوشگذرانی قدیم را امروزه علوم هزار مرتبه عالی‌تر و بهتر برای همه فراهم می‌سازد. امروزه در تحت مراقبت چشم‌های الکتریک با جزئی توجه در گرمخانه‌های مخصوص، میلیون‌ها خروار میوه، گندم، سبزی و ماده مغذی ارزاتس که از سلولوز درخت‌های منطقه گرمسیر استخراج می‌شود، ما را از هر گونه رنج و زحمت بیهوده بی‌نیاز می‌کند. امروزه به کمک ماشین‌های برقی و با طریق‌های علمی، پنبه، پشم و ابریشم پرورش می‌کند و پارچه می‌شود و همه مردم بدون پرداخت و یا مبادله از آن استفاده می کنند. جوانی ابدی، این آرزوی کهنه بشر عملی شده. نواقص صورتها رفع می شود. سن بی اندازه زیاد شده. زن و عشق برای همه میسر است. ناخوشی ها را میکروب خار از بین برده. زمین برای بشر کوچک شده. تمام زمین را می شود در زمان خیلی کم و با سرعت عجیب پیمود. با ستاره ها رابطه پیدا کردیم. مگر طبیعت چه به انسان داده بود؟ هیچ. گرما، سرما، گرسنگی، پیری، ناخوشی و جنگ با عناصر. امروزه انسان در این کشمکش فتح کرده و به آنچه آرزو می کرده رسیده است. ولی از همه این ترقیات مهمتر، فتح بزرگ آدمیزاد، فتح خرافات، آزادی افکار، راستی و ترقی فکر در طبقات مختلف است. امروز دیگر کسی احتیاج به عبارت پردازی و استعمال لغات
قلمبه تو خالی ندارد و کسی نمیتواند کس دیگر را گول بزند. ترقی زبان علمی از مهمترین ترقیات بشر به شمار میآید، زیرا زبان علمی ساده، بی‌پرده و عاری از هر گونه تشبیهات و استعارات لوس و بیمزه شده که نمیشود آن را 300 جور تعبیر کرد. ببخشید سر شما را درد آوردم، این مطالب را همه میدانند و لازم به تکرار نبود. پس از این قرار بشر امروز باید خودش را خوشبخترین بشر دوره‌های تاریخی بداند. آیا دیگر چه می‌خواهد؟ اما همین ترقی فکر و باز شدن چشم مردم است که آنها را بدبخت کرده. با وجود همه این ترقیات مردم بیش از پیش ناراضی هستند و درد می‌کشند. این درد فلسفی، این دردی که خیام در 3000 سال پیش به آن پی برده و گفته نامدگان اگر بدانند که ما از دهر چه می کشیم، نه آیند دگر، باید دوایی برای این درد پیدا کرد. چون باید اقرار بکنیم که از این حیث فرقی با آن زمان نکرده ایم و امروز هم می توانیم با خیام دم بگیریم. زندگی تاریک و بی‌مقصد مردم را به انستیتو دوتانازی راهنمایی می کند و خودکشی یک موضوع عمومی شده، به طوری که بی اغراق می شود گفت کسی به مرگ طبیعی نمی میرد. پس نه علوم و نه عقاید گوناگون و نه فرضهای فلسفی نتوانسته از دردهای روحی بشر بکاهد. آیا لازم است او را گول بزنیم و مثل چند هزار سال پیش در چشم مردم خاک بپاشیم؟ ولی خوشبختانه از این فکر پست جز یک یادگار تاریخی بیش نمانده. آیا زمین و خورشید ما روزی از بین نخواهد رفت؟ مطابق حساب دقیقی که پروفسور روانشید کرده تا 3500 سال دیگر زمین سرد می شود و از انرژی خورشید می کاهد، به طوری که خطر مرگ روی زمین را تهدید می کند و 2000 سال دیگر به کلی زندگی خاموش می شود. پس این آخرین پیروزی فکر بشر است که خودش را چشم بسته تسلیم قوای کور طبیعت و حوادث آن نکند و آنقدر شجاعت در او پیدا شده که به میل و رضایت خودش را در نیستی جاودان قوته‌ور بکند. آخرین فتح بشر آزادی او از قید احتیاجات زندگی خواهد بود، یعنی اضمحلال و نابود شدن نژاد او از روی زمین. در کنگره اخیری که در شهر انتری تشکیل شد، 12000 نفر از علمای روی کره زمین رأی دادند که این کار بشود و تقریبا همه مردم دنیا رضایت خودشان را برای انهدام نسل بشر اعلام کردند. در چندی پیش همکار عزیزم پروفسور شوک پیشنهاد کرد که همه مردم را در شهرهای بزرگ جمع‌آوری بکنند و به وسیله قوه رادیوزیل آنها را معدوم کنند. پروفسور هوب پیشنهاد کرد به وسیله هوپامید اهالی شهرها را معدوم کنند. پروفسور شیدوش پیشنهاد کرد به وسیله رنگ کشنده مردم را بکشند. دکتر بالد عقیده‌اش این بود که با جریان اوزوژن همه را خفه کنند تا به طرز خوش و آرام تمام کنند و مطابق سرشماری اخیری که از انستیتو دوتانازی به دست آمده، در این روزها هر روز متجاوز از 25000 نفر خودکشی کردند تا اینکه از زجر و کشتار دست جمعی فرار کنند. پس به طوری که ملاحظه می‌شود همه این راه‌هایی که فرض کردن خشن و وحشیانه است و علاوه بر اینکه نتیجه قطعی نمی‌دهد، به جای اینکه درد و شکنجه را از روی زمین براندازد، آن را بدتر و سخت‌تر می‌کند. لابد خواهید گفت این درد برای یک بار است و بعد تمام می‌شود. ولی چیزی که مهم است همین مردمان زنده کنونی هستند که آنها را فراموش کردند. باید فکری به حال آنها کرد. باید از درد آنها جلوگیری بشود. به علاوه ممکن است پس از همه دقت‌ها برای فرار از درد دسته ای جان به سلامت ببرند و زنده بمانند و نتیجه همه زحمت‌هایمان به باد برود و زمین دوباره به همان صورت اول در بیاید، چون مقصود ما از این کار این است که درد را از روی زمین براندازیم، نه اینکه به آن بیافزاییم. اینک من یک پیشنهاد بر پیشنهادهای دیگران می‌افزایم و آن را پس از 20 سال تجربه و آزمایش روزانه به دست آوردم، که عبارت است از سرم مخصوص به اسم سرم گگن لیپس لایدن شافت. چون عنوان آن مفصل است، بهتر این است که آن را به نام سه گل ل بنامیم. خاصیت این سرم آن است که نه تنها وسیله تولید مثل را از بین میبرد، بلکه به کلی میل و رغبت شهوت را سلب میکند، بدون اینکه لطمه‌ای در سلامتی جسمانی و فکری اشخاص برساند. پس استعمال این سرم بهترین راه است برای خونسا کردن توده عوام که به مرگ عمومی تندر نمی دهند.
ولی افراد لایق و برگزیده بیشک بر طبق فلسفه سویساید آفت فیتست رفتار خواهند کرد. مدت 20 سال است که این سرم را روی آدم‌ها و جانوران آزمودم و همیشه نتیجه مثبت داده است. خوب است پیش از اینکه این سرم را عملاً به معرض امتحان بگذارم چند نمونه زنده از تأثیر این سرم را نشان بدهم. در این وقت پروفسور راک از پشت میز بلند شد و به وسیله دکمه برقی جدار اتاق عقب رفت. در اتاق مجاور مرد جوانی ظاهر شد که لخت روی صندلی نشسته بود و از پنجره به بیرون نگاه می کرد. زن خوشگلی هم سر تا پا لخت نزدیک او نشسته بود. پروفسور راک به آن مرد اشاره کرد و گفت: خواهش می‌کنم تأثیر سرم 3GLL را در خودتان بگویید. آن مرد بلند شد و گفت: من خیلی شهوت پرست بودم و همه وقتم صرف این کار می‌شد. چندین بار عمل کردم و شعاع رویان وی بی را امتحان کردم. تغییری پیدا نشد. بعد از استعمال 3GLL حالا دیگر از این تهییج و میلی که دائم مرا وسوسه میکرد به کلی آزاد شدم. من برای همین زن میمردم و علاقه من از راه شهوت بود، ولی حالا فقط با هم رفیق هستیم. اما نمیتوانم بگویم که بدبختم، برعکس یک آسایش و آرامش مخصوصی در من تولید شده، مثل این است که به میل و آرزوی خودم رسیدم. به قدری وضعیت روی زمین و عشق ورزی به نظر ما خنده آور شده که اندازه ندارد. در هر صورت من باید از پروفسور راک تشکر کنم که زندگیم را آرام و آسوده کرد. پروفسور راک گفت: حالا من یک نمونه از هزارها را به شما نشان می دهم. الان میمون جاده بزرگوار آدمیزاد را ملاحظه خواهید کرد. در دیگری را باز کرد، از دالانی گذشت و دیوار دیگری را به وسیله دکمه برقی حرکت داد. اتاقی پدیدار شد که در آن دو میمون نر و ماده بزرگ به حالت افسرده، یکی روی تخت خوابیده بود و دیگری دست زیر چانه اش زده روی صندلی یله داده بود. پروفسور راک گفت: این نسل گم شده است که امروزه ما با وسایل علمی و از اختلاط خون چندین میمون به دست آوردیم و نماینده رشته خاندان گم شده و اسلاف آدمیزاد است. حالا اجازه بدهید من به جای این زن و شوهر بی زبان و بی شهوت حرف بزنم. اینها الان هیچ میل و خواهشی ندارن. 11 سال است که از حیث هوش و قوه فرقی نکردند، بلکه میخواهم بگویم فکر آنها دقیق تر شده. مزاج آنها روبه بهبودی است، ولی تنها میل و شهوت در آنها کشته شده. از شیطنت آنها کاسته، جاسنگین و بی آزار شده اند و حالا ما نهار و شاممان را سر یک میز با هم میخوریم. پس ملاحظه بکنید سرم 3GLL علاوه بر اینکه آرامش کلی در اشخاص تولید میکند، هیچ زیانی از لحاظ جسمانی و فکری ندارد. فقط از پیدایش نسل بعد جلوگیری می کند و به این وسیله بعد از نسل حاضر دیگر کسی به وجود نمی آید و نژاد بشر آهسته و آرام و آسوده خود به خود از بین می رود. حالا صبر کنید، در لابراتوار خودم تأثیر سرم 3GLL را روی جانوران و حتی گیاها و سلولها نشان بدهم و بعد هم دانشمندان بزرگ عقیده خودشان را اظهار خواهند کرد. تد دست سوسن را گرفت، کنار کشید و گفت: بس است، بس است. سوسن پیچ کنار صفحه را پیچاند. صدای خرخره بلند شد و جریان قطع گردید. تد گفت: سوسو، سوزی جان، چه میگویی؟ همه اینها دیوانگی نیست؟ سوسن گفت: نهایت عقل است. تد گفت: ببین ما در چه دوره زندگی میکنیم. عشق، دوستی، علاقه و همه اینها از بین رفته. لغات پوچ شده. من نمیتونم این صورت‌های بی حرکت، این قیافه‌هایی که از چوب تراشیده شده رو ببینم. حقیقتاً بشر دیوانه شده و در یک حرکت ناشی از جنون و تکبر میره نطفه مقدس انسان رو معدوم کنه. سوسن گفت: اوهو، حالا به هم رسیدیم. نطفه مقدس، چه صفت غریبی. تو همین الان به من ایراد میگرفتی که چرا از مجسمه‌ای که ساختم ممکن بود تعبیر روح بشه، حالا خودت نطفه مقدس قائل میشی؟ برعکس، چه فتح بزرگی که این نطفه مقدس با همه جنایات، زجرها، قشنگیها و احمقیهاش نابود بشه.
زمین میلیون‌ها سال آرام و آسوده دور خودش گردید. پیدایش بشر در مقابل عمر زمین مانند یک روز بیش نیست و این روز اغتشاش روی کره زمین بود. همه ی هستی‌ها رو به سطوح آورد. نظم و آرامش طبیعت رو به هم زد. بذار دوباره این آرامش به زمین برگرده. تد گفت: اما به این طرز وحشیانه؟ سوسن گفت: گمان میکنی میل مرگ ضعیفتر از میل به زندگیه؟ همیشه عشق و مرگ با هم توامه. همیشه بشر در عین اینکه به اسم جنگ و مبارزه زندگی کوشیده، در حقیقت خواستار مرگ بوده. امروزه آزاد شده و با وجود اینکه همه ی وسایل زندگی راحت براش فراهمه، ولی باز هم میل مرگ در بشر کشته نشده، بلکه قوی تر شده و یک جور الغای خود به خود و عمومی شده، به طوری که همه ی مردم با بیتاقتی آرزوی نیستی دست جمعی رو می کنن و برای مرگ می جنگن. این نتیجه منطقی وجود آدمی زاده. تد گفت: من دارم دیوونه می شم. سوسوی من، سوزی جان، من الان میرم، ولی یک کلمه، تنها یک کلمه به من جواب بده. نمیدونین تا چه اندازه این کلمه اگرچه به قول تو پوچ، اما برای من ارزش داره. یک کلمه بگو که دوستت دارم یا از تو متنفرم. فوش بده، ناسزا بگو، منو از اتاقت بیرون کن، ولی اینقدر ساکت، خونسرد، آروم و بیقید نباش. من میدونم همه اینا ساختگیه، ظاهریه. قلب و احساسات بشر هیچ وقت عوض نمیشه. اگه روزی بشر میتونست مدار زمینم به دور خورشید تغییر بده، اگه خودشو به ستاره سیریوس هم میرسون، همون آدمیزاد ضعیف و ترسو و احساساتی بود. نگاه های غمناک این میمونو دیدی؟ پر از روح، پر از احساسات بود. همین روح موروثی بشره. یک کلمه به من جواب بده، به من فوش بده. سوسن گفت: بچه، چه بچه بزرگی، تو هنوز آدم 2000 سال پیش هستی. نمونه خوبی برای موزه آنتروپولوژی. این همه دختره خوشگل، این همه وسایل تفریح هست، دیگه منتظر چی هستی؟ تد گفت: همه اینا به نظرم یکسانه. من تو رو برای عشق معمولی اونطوری که تصور میکنی نمیخوام. روحم نمیتونه از تو جدا بشه. سوسن گفت: روح؟ چه مسخره ای. حالا خوب میبینم که تأثیر میمونهای بزرگ، به قول پروفسور راک، اجداد بزرگوارمان زیاد در تو مونده. تد تا نزدیک در رفت، مکس کرد، مثل اینکه میخواست چیزی بگه. دوباره برگشت، در خود به خود باز شد و آهسته پشت سر او بسته شد. 6 ماه از این بین گذشت و سرم کشنده شهوت رو به همه مردم زدند، ولی برخلاف انتظار تأثیر غریبی کرد، زیرا که در لابراتوار در مایه و مقدار مواد سرم اشتباه شد، به طوری که شهوت را نکشت، ولی وسیله دفع آن را خنثی کرد. از این رو یک جنون عمومی به مردم دست داد. همه مردم به اقسام گوناگون خودکشی می کردند. پروفسور راک نیز خودش را کشت و روی صفحه تلویزیون که روشن می شد پوشیده شده بود از خودکشی ها. حرکات جنون‌آمیز. کارخانه هایی که منفجر می شد. مردمی که در شهرها دست دست فریاد می کردند. مردی که چشم خودش را از کاسه در می آورد. زنی که در کاسه سر بچه اش مشروب می نوشید، یا دختری که در اتاق خودش گل و عکس های شهوت انگیز جمع کرده بود و خودش را کشته بود. سستی ها و احساسات بچگانه در بشر به منتهای درجه سختی رسیده بود. همه این صورت های آرام و بی حرکت چین افتاده بود، پیر شده بود. نظم شهرها به هم خورده بود. اغلب قوه برق می ایستاد، ماشین ها به هم می خوردند، صدای فریاد و هیاهو شنیده می شد و کسی به کسی نبود.
جمع کردن مرده ها مشکل شده بود. کوره هایی که مرده ها رو تبدیل به خاکستر می کرد متصلا در کار بود و با وجود این احتیاج شهرها رو کفاف نمی داد. نقاشان و صنعتگران موضوع هایشان شهوت انگیز شده بود. سازهای شهوت انگیز، پرده های شهوت انگیز، افکار شهوت انگیز، و متفکرین همه ی وقتشان صرف موضوع های شهوتی می شد. پیش آمده تهدیدآمیز دیگری برای شهر کانار روی داد و آن این بود که در کوه دماوند آثار آتش فشانی پدیدار شده بود. زمین لرزه های پی در پی می شد. اگرچه روز، ساعت و دقیقه آتش فشانی را سیسمگراف های قوی قبلا تعیین کرده بود، ولی کسی به این موضوع اهمیت نمی داد. این تغییرات در زندگی سوسن تأثیر کلی کرد. بعد از تلقیح سروم سگ لله، وضع او شوریده با رنگ پریده مایل به زردی. در اتاقش عطر شهوت انگیز در هوا پراکنده بود و ساز شهوتی دائم میزد. روی هر میزی یک شیشه مشروب و گیلاس گذاشته شده بود. اتاق او در هم و بر هم و صورت خانه ای را داشت که بعد از چپو در آن عیش کنن و مشروب بخورن و بعد آن را ترک کنن. یک روز که سوسن در اتاق استدیوی خودش جلوی پنجره نشسته بود، به بیرون نگاه میکرد. آسمان خراش روبروی پنجره او خراب، سوخته، با شیشه های شکسته دود زده پیدا بود. اتورادیوهای شکسته فاصله به فاصله در جاده‌ای که از کمرکش آن بالا میرفت افتاده بود. مردم هراسان، دیوانه وار در حرکت بودند. صدای هم همه از آن پایین می آمد. جاده های متحرک همه ایستاده بود و در باغ گردشگاه طبقه 18 آسمان خراش گروه انبوهی هاج و واج در هم می لولیدند. دسته این نمایش می دادند. یک گله آن ساز می زدند و می رقصیدند. در این بین که سوسن مشغول تماشا بود، در اتاق زنگ زد و باز شد. تد با حالت شوریده وارد شد. در این اواخر چندین بار تد به دیدن سوسن آمده بود، ولی سوسن همیشه مشغول ساختن مجسمه بود که به او نشان نمی داد و وعده داده بود که بعد از اتمامش آن را نشان بدهد. در ابتدا سوسن به قدری مشغول تماشای بیرون بود که ملتفت تد نشد. تد جلو آمد و گفت: ها؟ چه نگاه میکنی؟ سوسن جواب داد: فتح عشق را تماشا میکنم. تد گفت: حالا حرف منو باور میکنی؟ این همون حس عشق بود. همون دام طبیعت برای تولید مثل بود که تمام میل به زندگی، دوندگی و تمدن بشر روی اون بنا شده بود. و حالا که این حس رو از اون گرفتن، ببین چطور نتیجه هزاران سال فکر و زحمت خودش رو از روی تحقیر نابود میکنه و فکر، انرژی و علاقه اون به زندگی بریده شده. سوسن گفت: چی از این بهتر که آدمیزاد شوریده و تاقی زیر همه قوانین طبیعت برن؟ طبیعتی که تا کنون اون رو اسیر و دست نشونده خودش کرده بود. بذار خراب کنم. خراب کردن هم کیف داره. به جای اینکه طبیعت بعدها خورده خورده خراب بشه، بهتر اینه که به دست خودش خراب بشه. حس انهدام و حس ایجاد یک مو هم از هم فاصله داره. تد گفت: آیا تو حاضر هستی همه مجسمه‌هاتو بشکنی؟ سوسن گفت: آسوده باش. من همه اونها رو شکستم و با مصالح اونها یک مجسمه دیگه ساختم. فقط یکی بیشتر باقی نمونده. تد گفت: مجسمه کرم ابریشمم شکستی؟ سوسن گفت: اون هم برام قدیمی شده بود. از اون دیگه کیف نمی کردم. تد گفت: پس بریم این مجسمه تازه رو ببینیم. گمان میکنم که امروز دیگه اجازه میدی. هر دو از جا بلند شدند و به اتاق کارگاه رفتند.
جلوی آن مجسمه بزرگی به بلندی یک گز و نیم پیدا بود که با روشنایی سرخ رنگی می درخشید. پرده مخمل ابریشمی خواب و بیدار پشت اون آویزان بود. مجسمه دو حشره بزرگ ظریف بود که به هم پیچیده بودند. بالهای بزرگ مسی رنگ آنها رویش لعاب کدری به رنگ گوشت تن بود. تنه آنها به هم چسبیده بود و توأم شده بود و سرهاشون یکی شبیه به تد و دیگری شبیه سوسن بود که سرش به عقب افتاده بود. چشمهایش بسته و دستهای تد در تن او فرو رفته بود. تد با تعجب پرسید: باز هم حشرات؟ این حشره دمدمیه که یک روز زندگی میکنه و در عالم کیف میمیره. چرا این موضوع رو با این صورت ها انتخاب کردی؟ سوسن جواب داد: این همان خوابی است که دیده بودی، خوابی که مرا خفه کرده بودی و در آغوشم کشیده بودی. تد گفت: سوسو، ببین، عشق در من کشته شده. شاید شهوت مانده باشه، ولی بازم تکرار میکنم که تو رو دوست دارم. روح تو رو دوست دارم. بازم میگم که برای شهوت نیست. سوسن گفت: منم تو رو پیش از سه گلله دوست داشتم و مخصوصا تو رو شکنجه میدادم. اقرار میکنم که از شکنجه تو کیف میکردم، ولی حالا این حرفا برام قدیمی شده. افسانه روحو کنار بذار. الان من تو رو برای شهوت میخوام. حالا حس میکنم که منطق، احساسات و تمام هستیم عوض شده. تد گفت: سوسو، ممکنه از تو یه خواهشی داشته باشم؟ آیا میتونی آخرین دقیقه های زندگی منو بخری؟ آیا میتونی آخرین لحظه زندگی منو شاعرانه کنی؟ این زندگی که همش از دست تو در شکنجه بودم. سوسن گفت: ها، فهمیدم مقصودت چیه. با من بیا. سوسن دست تد را گرفت. دوباره در اتاق استدیو رفتن. تد روی نیمکت الاستیک نشست. سوسن رفت، پیچ ساز را گردانید و عقربک را جلوی علامت پ نگه داشت. یک مرتبه هوا به رنگ سرخ و بعد نارنجی شد و ساز شهوتی لطیفی با عطر مهیجی در هوا پراکنده شد. بعد سوسن رفت پهلوی تد نشست. از مشروبی که روی میز بود گیلاس ها را پر کرد. یکی را به دست تد داد و دیگری را خودش برداشت و با هم نوشیدن. تد دست کرد شیشه کوچکی از جیبش درآورد و خواست دوایی که در آن بود در گیلاسش بریزد. سوسن دست او را گرفت و روی شیشه را نگاه کرد و گفت: چه میخواهی بکنی؟ آتروپین؟ چه لغت کهنه‌ای؟ رویش دو وجب خاک نشسته. این دوا برای 2000 سال پیش خوب بود. میدانی اثرش چیست؟ سر، هزیان، قش. بعد هم کابوس و منظره‌های قتل عام، سرهای بریده و هزار جور شکنجه میدهد تا بکشد. پس صبر کن. سوسن بلند شد. از گنجه گوشه اتاق که در مخفی داشت گوی ورشوی بیرون آورد، به دست تد داد و گفت: این صورتک را میگذاری و خیلی آرام از دهنه این بالون نفس میکشی، اما همه آن را تمام نکنی. برای من و شیشی هم بگذار. تد گفت: این چیست؟ سوسن جواب داد: پروتوکسید دازوت. خواب به خواب میبرد، آن هم با کیف. بعد از اون که کمی تهییج شهوتی میکنه و کارهای روزانه رو به یاد میاره، چشمو کم نور میکنه و گوش گزگز میکنه، ولی روی هم رفته کیف داره. تد گفت: لاگین گاز؟ سوسن جواب داد: خودش است. تد سرش را تکان داد و بند صورتک را که به آن گوی ورشوی آویزان بود از پشت گردنش وصل کرد. سرش را روی بالش گذاشت و صورت آرام و خوش به خودش گرفت. چند دقیقه بعد چشمهایش به هم رفت.
سوسن بند صورتک را باز کرد، پیچ گوی را بست، روی میز گذاشت و تد را روی تخت الاستیک خوابانید. در همین روز طرف غروب بود که صدای همهمه و جنجال از دور بلند شد و گروه لختی ها با اندام ورزیده، رنگ های سوخته و بازوهای توانا وارد شهر کانار شدند و تا اول شب همه شهر را بدون مقاومت گرفتند. وقتی که 5 نفر از لختی ها در را شکستند و وارد کارگاه سوسن شدند، هوای آنجا با روشنایی سرخ رنگ روشن بود. ساز شهوتی ملایمی، مترنم و عطر شهوت انگیز و دیوانه کننده‌ای در هوا پراکنده بود. مجسمه حشری دمدمی جلوی پرده خاکستری خواب و بیدار می درخشید و جلوی آن تابوت بزرگ منبتکاری شده گذاشته بودند. رویش نوشته بود خواب عاشق. یکی از لختی ها جلو رفت و روی دکمه‌ای که کنار تابوت بود فشار داد. تابوت آهسته 3 تا زنگ خورد و درش خود به خود باز شد و بوی عطر تندی از همان عطر شهوت انگیز که در هوا پراکنده بود بیرون زد. لختی ها با تعجب به عقب رفتند چون دیدند که در میان تابوت یک زن و مرد لخت شبیه صورت مجسمه حشرات میان پارچه لطیفی مثل بخار در آغوش هم خوابیده بودند. لبهایشان به هم چسبیده بود و مار سفیدی دور کمر آنها چنبره زده بود. سپاس از همراهی شما مهربانان. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتونو برای ما کامنت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.